اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان من قبلا در این مورد خودم رو لو دادم هم توی حرف های مربوط به فیلم های دیگر کاندیدای اسکار بهترین فیلم هم توی ویدیوی پری که داشتم میگفتم که طرفدار کدوم فیلم به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم و کارگردانی ولی چون که راجب بهترین کارگردانی ویدئوی جداگانه ای کار نمی کنم همینجا بگم که پنج تا از فیلم های توی مجموعه ده فیلم کاندیدای بهترین فیلم که توی کارگردانی هم هستن طبیعیه که جای آپنهایمر در هر دوی اینها هست اما میخوام بگم اون دوستان نولان دوستی که خود منم جزشونم متوجه نیستن که در حقیقت جایزه اسکار بهترین کارگردانی به اجرا به اچیومنت این دایرکتینگ داده میشه به دستاورد کارگردانی که طرف داشته نه به گل روی کارگردانی این چیزی که تو جشنواره کوفتی فجرم همیشه بوده هر وقت مجید مجیدی فیلم داره به خاطر اینکه خودی و بیت رهبری میره و اینا اصلا جایزه کارگردان رو براش کنار گذاشتن من به هم دینو میگم برای اینکه اسم جایزه سیمرغ بهترین کارگردانیه ولی اونا به عملیات تکنیکی و اجرایی و خلاقانه کارگردانی کار ندارم به خود گل روی کارگردان خودی جایزه میدن حالا در مورد نولان که ماجرا این نیست من میگم در خود کارنامه نولان اتفاقا غم که فیلمی مثل اوپنهایمر به دلیل عظمتش و به دلیل اون چیزی که توی ویدئوی مربوط به خود اون فیلم نقد مربوط به خودشم گفتم یعنی اینکه در نهایت این که میتونسته آقای اوپنهایمر رابرت اوپنهایمر پدر احساس در تاریخ قرن 20 آمریکا تلقی بشه رو نفی میکنه در نهایت به اصطلاح عام آمیانه زیر رد میکنه یعنی میگه آقا این آدم قابل بخشیدن بود و این رفتاریه که جامعه آمریکایی میپسنده در مورد برخورد با این تاریخ معاصر به ویژه در مورد مسئله بمب اتم با وجود این که اینقدر داره تلاش میکنه که در حقیقت اون تصویر صلح طلبانه رو تثبیت بکنه اون روی کرد و داشته هم باشه در مورد برخورد با تاریخ خودش حاضره که این در واقع خاک رو به رو بزنه زیر فرش قایم بکنه و بگه که اصلا خبری نبوده در این مسئله این این جنبه باعث میشه که اون وقت مثلا فیلمی مثل اینسپشن کریستوفر نولان قابل باور نیست کاندیدای اسکار بهترین کارگردانی در سال 2008 نمیشه ولی یه فیلمی که داره یک پروژه نگرش آمریکایی رو سه میزاره و پیش میبره اون وقت اسکار کارگردانی میگیره این نمیتونیم ما به عنوان اینکه بگیم ما نولان دوستیم از این اسکار برای خود کارگردانه خوشحال شیم این یک دهنکجی به کارنامه او تلقی میشه حتی کسی که دانکرک رو دیده من حالا توی همون دیسکریپشن مر رو بزنید توی توضیحات زیر این ویدیو لینک مقالم رو به فیلم دانکرک میارم کسی که دانکرک رو دیده جوری فکر میکنه که جهش بین زمانها و مقاطع و موقعیت‌های مختلف توی آپنهایمر اصلا تهرنگ رسوبی از خلاقیت داره ببینید توی دانکرک حتی ماجرا به لحاظ زمانی چقدر عجیبه ما میتونیم مونتاژ موازی رو مبنای روایت یه فیلم کامل قرار بدیم اما مونتاژ موازی که زمانها توی واحدهای زمانی شبیه به هم همگن اگر نگیم مساوی ولی دست هم همگن در واقع تعریف بشن ولی تو دانکرک ببینید چقدر ماجرا بلند پروازان است به لحاظ کاری که داره با مفهوم زمان میکنه ما حرکت خود در حقیقت ستا جنگنده نیروی هوایی بریتانیا رو میبینیم که میخوان بیان برای حمایت از غایق ها در طول یک ساعت اینا رو میبینیم یعنی توی کل فیلم اینا هرچی که از اینا میبینیم مربوط به یک ساعت تلاششون میشه همزمان و به طور در واقع اینتراکتیو داریم تلاش های غایق هایی رو که مردمی که غایق دارن میان توی اون عملیات معروف داینامو ابداع فوقلاده وینستون چرچیل دارن میان که از نیروها توی سواحل دانکر که فرانسه حمایت بکنن در طول یک روز اینو داریم در طول یک روز متقاطع با اون یک ساعت خلبان ها میبینیم که یکیشون تام هاردی بازی میکنه و از اون طرف نیروهای بریتانیایی مستقر در دانکرک سواحل دانکرک فرانسه رو در طول یک هفته میبینیم همه اینا متقاطع با هم ببینید چقدر این خلاقانه است چه اتفاق این شکلی توی بازی های رفت و برگشت زمانی در اوپنهایمر میفته به لحاظ مزمونی که من قبلا هم توی ویدیو اشاره کردم یه ذره اونجا تعارف کردم حتی نمایشنامه معروفی که در ایران هم تلتاتری از روش ساخته شد بسیار همینه همین چیزیه که دستاورد نهایی اخلاقی روانشناختی اجتماعی فیلم آفنهایمره <applause> <applause> وقتی که در سال 1952 میخواستند که بمب هیدروژنی رو آزمایش کنند آیا این درسته که شما مخالف این آزمایش بودید؟ مخالف قطعی تنده من موافقه به تعویق انداختنش بودم چرا؟ چون که مسلما امیدهای ما رو به مذاکرات خلع اصلاح و من آزمایش های اتمی به باد میداد ولی علا رقم توصیه شما بمب هیدروژنی در سال 1952 آزمایش شد بله؟ بله خب اگه بخوام سکانسی از آپنهایمه رو به عنوان نمونه ناکارآمدی نهاییش در تاثیری که میخواد به عنوان یک روایت جدید از آنچه بر شخصیت رابرت جی اوپن هارمیر گذشت ارائه بده بگم که هیچ دستاورد جدیدی هم نیست اون سکانسیه که بعد از خود اتفاق میاد توی جمع مردم یعنی واقعا این اینه نولانی که میتونست هر لحظه احساسات درونی شخصیت ها رو در اینترستلار و ممنتو و در انسامنیا به ترکیبی از حق دادن به خود و احساس گناه تبدیل کنه اون سکانس پایانی انسامنیا که ویلدورمر با اون بازی آل اون جمله dont lose your way و از راه خودت مس مسیر خودت منحرف نشو رو به هیلاری سوانک میگه واقعا این نولانه که بیاد این سوت و زیر نور فلش ها و پایکوبی مردم و در این حال بخواد با افکت به اصطلاح به ما زور بکنه که این ته ذهنش به هر حال یک نشستی از احساس گناه داره همین نکته میتونه در واقع ضعف عمومی پردازش روایت توی فیلم اوپنهایمر رو بیان بکنه برای اثبات این ضعف کافی باشه که از سه ساعت روایت و مدت زمان فیلم دو ساعت و چهل دقیقه آقای لودویگ یورانسن که اسکار هم گرفت موسیقی داره انگار که اسکار رو به حلال بودن آهنگسازیش دادن که خیلی زحمت کشه دو ساعت و چل دقیقه از فیلم ساعت موسیقی تصنیف کرده ولی واقعا این اون کاری نیست که موسیقی مثلا در دانکرک می میکرد موسیقی درخشان هانس زیمر که داشت اساسا فاصله زمانی بین اینا و فاصله مکانی رو از بین می‌برد. اون روایتی که گفتیم یکیش تو هفته یکیش تو یه روز یکیش تو یک ساعت با اون موسیقی اساسا در یک برش زمانی حس میشد و اون پروژه بلند پروازانه اصلی این سالهای کریستوفر نولان بود که بهش بسیار بیتوجهی شد هیچ جایزه فکر می کنم جز که دوتا جایزه فنی در اسکار اون سال نگرفت We fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender.